ایمانداران عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. به برنامه از من تعلیم یابید خوش آمدید. خدا رو شکر می‌کنین دوباره برای یه فرصت دیگه که خداوند به ما داده که می‌تونیم باز کلام خداوند رو بخونیم و یاد بگیریم. امروز عزیزان از کتاب از من تعلیم یابید درس 21 رو می‌خوام خدمت شما تعلیم بدم که عنوان درس برخورد با گناه است. درس 21 برخورد با گناه. میخوام ببینیم چجوری میتونیم با گناه عکس العمل نشون بدیم نسبت به گناه. چجوری میتونیم در زندگی خودمون بر گناه غلبه کنیم. و اینو میخوام امروز یاد بگیریم. شخصی که نجات پیدا میکنه با ایمان به عیسی مسیح شروع میکنه به نبرد روحانی. توی زندگیش جنگ هستش، جنگ ما، نبرد ما با شیطانه، با نیروهای تاریکی هستش که کتاب مقدس میگه. و این شاید در اول ایمانش مشهود نشه، ولی به مرور زمان یه ایماندار پی میبره که توی جنگی هستش، توی نبرد روحانی هستش. وقتی که ما نجات پیدا میکنیم تبدیل میشیم به دو نفر، دو شخص در ما هستش. نفر اول انسان کهنه هستش، انسان گناهالود هستش، ذات گناهالود در ما هستش، این انسان اوله. و نفر دوم که در ما هستش انسان تازه که شبیه عیسی مسیحه. کتاب مقدس میگه ما ذات تازه پیدا میکنیم، انسان تازه میشیم، در حالی که انسان کهنه هم در ما هستش همزمان. اون یعنی اون ذات گناهکار، اون خون ما به گناه آلوده است، همزمان در ما هستش، در حالی که همزمان روح القدس که ذات تازه است در ما وجود داره. و پس باید ما مواظب باشیم که تسلیم ذات کهنه نشیم، بلکه بتونیم با ذات تازه هدایت بشیم. میخوام اول تعریف گناه رو یاد بگیریم، ببینیم گناه چه تعریفی داره. گناه در اول یوحنا 3 آیه 4 یعنی شکستن احکام خداوند. گناه یعنی شکستن احکام و فرمان خدا. اول یوحنا باب 3 آیه 4 میگه و هر که گناه را به عمل می آورد برخلاف شریعت عمل می کند، زیرا گناه سرپیچی از شریعت است. این تعریف گناه. میگه گناه چیه؟ زیرا گناه سرپیچی از شریعت است. شریعت یعنی کلام خداوند، اون چیزهای شرعی، اون فرمان شرعی که خداوند به ما داده توی کلامش. گناه یعنی سرپیچی کردن از کلام خداوند. و تعریف دیگه در اول یوحنا باب 5 آیه 17 هستش که میگه هر ناراستی گناه است. هر نادرستی و ناراستی. اول یوحنا باب 5 آیه 17 میگه هر ناراستی گناه است، ولی گناهی است که منتهی به موت نیست. پس هر ناراستی گناهه، یعنی هر کاری که انجام بدی که درست نباشه این گناه محسوب میشه. هر ناراستی، هر نادرستی گناهه. تعریف سوم، هر چیزی که بدون ایمان انجام بشه گناهه. رومیان باب 14 آیه 23 میگه لکن آن که شک دارد اگر بخورد ملزم میشود، زیرا به ایمان نمیخورد، و هرچه از ایمان نیست گناه است. و هرچه از ایمان نیست گناه است. هر کاری که از ایمان، با ایمان انجام ندی گناه محسوب میشه. بس باید ما با ایمان زندگی کنیم. اگه زندگی ما بر اساس ایمان به عیسی مسیح نباشه این گناه محسوب میشه. باید هر تصمیمی که میگیریم باید بر طبق اراده خدا باشه، با ایمان به خدا باید باشه. اگه این در تصمیم ما، در روش زندگی ما، در رفتار ما خداوند نباشه، ایمان به عیسی مسیح نباشه، توی گناه زندگی میکنیم. میخوام ببینم که چرا ما گناه میکنیم، چرا ما گناه میکنیم توی زندگیمون. دلیل اولی اینه که ما گناه میکنیم به خاطر اینکه ذات گناه را از آدم به ارث برده ایم. ذات گناه را از آدم به ارث برده ایم. موقعی که آدم گناه کرد این گناه رو نسل به نسل به همه مردم دنیا منتقل کرد. در رومیان باب 5 آیه 12 اینو تعلیم میده کتاب مقدس. میگه که لحظه همچنان که به وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت، و به این گونه موت بر همه مردم تاریک گشت از آنجا که همه گناه کردند. پس میگه که به وسیله یک آدم،
یعنی آدم کی بود؟ همون آدمی حوا که در باغ عدن خداوند اینا رو آفرید، گذاشت توی باغ عدن و بهشون گفت که از همه میوه های درخت میتونید بخورید جز یه دونه درخت، درخت شناخت خوب و بد، اگه از اون بخورید خواهید مرد. و اینا اومدن علیه فرمان خداوند سرکشی کردند و میوه رو برداشتن خوردن و گناه ورزیدن علیه خداوند. پس کتاب مقدس میگه همچنان که به وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت، و به این گونه موت بر همه مردم تاریگش از آنجا که همه گناه کردند. چون آدم گناه کرد، گناه و نسب نسل به همه مردم دنیا منتقل کرد، برای همین همه ما گناهکار هستیم. موقعی که به دنیا میاییم با گناه متولد میشیم. پس دلیل اول اینه که چون ذات گناه در ماست، از آدم حوا به ارث بردیم گناه و ما گناه میکنیم. و دلیل دوم اینه که ما گناه میکنیم به خاطر اینکه ذات کهنه ما را به سوی گناه میکشاند. ذات کهنه‌ای که در ما است، اون خون ما که به گناه آلوده است، ما را به سوی گناه میکشونه. یعقوب باب 1 آیه 13 تا 14 میگه هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید خدا مرا تجربه میکند. یعنی یک موقعی که کسی تجربه وسوسه میشه، نگی که خداوند مرا تجربه کرده، زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمیشود و او هیچ کس را تجربه نمی کند. می خداوند کسی رو نمیندازه توی وسوسه گناه. خداوند این کارو نمی کنه که شخص وسوسه بشه و گناه کنه. میگه لکن هر کس در تجربه میافتد وقتی که شهوت وی او را میکشد و فریفته میسازد. چجوری شخص به سوی گناه کشیده میشه؟ یه شهوتی که در انسانه، اون ذات گناه‌آلودی که در ما هستش، ما رو میکشونه به سوی گناه و فریفته میکنه، ما رو گمراه میکنه. برای همین خداوند به ما روح القدس داده تا بتونیم با وساطت روح القدس بر گناهان، بر ذات گناه غلبه کنیم. پس گناه هاره در ما هستش و اون ذات گناه در ما هستش، ما رو میکشونه به سمت گناه. شهوتی که در ما هستش ما رو فریفته میکنه. سومین دلیلی که ما گناه میکنیم اینه که ما گناه میکنیم به خاطر وسوسه در سه ناحیه اصلی در زندگی که در اول یوحنا باب 2 آیه 15 تا 16 اومده. به خاطر سه ناحیه اصلی ما گناه میکنیم. اولین ناحیه شهوت جسمه. در اول یوحنا باب 2 آیه 15 تا 16 اگه بخونیم ببینیم سه ناحیه رو میبینیم که ما میتونیم از طریق اون سه ناحیه مرتکب گناه بشیم. اول یوحنا باب 2 آیه 15 و 16 میگه دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست. زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم، این اولیشه، و خواهش چشم، دومیش، و غرور زندگانی، سومیش، از پدر نیست بلکه از جهان است. بعد این سه تا ناحیه رو میگه که توی جهان هستش که ما رو فریفته میکنه، ما رو به سوی گناه میکشونه که از پدر نیست، از خدا نیست. این سه ناحیه، این میگه با دنیا دوستی نکنید، دوست دنیا نشید. اگه دنیا رو دوست داشته باشید نمیتونید خدا رو دوست داشته باشید. اگه دنیا رو محبت کنید، عشق بورزید به دنیا، خدا نمیتونه شما رو دوست داشته باشه. سه ناحیه، اولین ناحیه میگه شهوت جسم. هوا در این ناحیه وسوسه شد. در پیدایش باب 3 آیه 6 میخونیم که هوا میوه رو دید، گفت که برای خوراک نیکوست. دید که برای خوراک میوه نیکوست. جسمش شهوت پیدا کرد و وسوسه شد به خاطر جسمش، شهوت جسم. عیسی مسیح هم در این ناحیه وسوسه شد. 40 روز عیسی مسیح شبان روز روزه گرفت، بعد از 40 روز گرسنه شد و شیطان اومد گفت که اگه پسر خدا هستی به این نان دستور بده که تبدیل به نان بشه، که این سنگ تبدیل بشه نان بشه و بتونی بخوری. و عیسی مسیح گرسنه بود، وسوسه شد، ولی عیسی مسیح تسلیم نشد. گفت زیرا مکتوب است که انسان فقط محض نان زیست نمی کند، بلکه با هر کلمه‌ای که از زبان خدا، از دهان خدا صادر میشه. وسوسه شد ولی گناه نکرد. این شهوت جسم در همه ما هستش. میتونیم
وسوسه بشیم به خاطر شهوتی که در جسم ماست. و دومین ناحیه شهوت در چشمه، شهوت چشم. حوا باز در این ناحیه وسوسه شد، آدم حوا. حوا میوه رو دید، ورداشت میوه رو دید، شیطان گفت آیا خدا گفته که اگه از این میوه بخورید خواهی مرد؟ گفت نه، خدا دروغ گفته، اگه این میوه رو بخوری نخواهی مرد. و آدم حوا اومدن، حوا میوه رو برداشت، دید که برای چشم خوشایند است. در پیدایش باب 3 آیه 6 میگه دید که برای چشم خوشاینده، به چشم به نظر خوب میاد این میوه، به نظر هیچ مشکلی نداره. یعنی چشم ما یه چیزیه که میبینه وسوسه میشه و فریفته میشه چشم ما. و عیسی مسیح نیز در این ناحیه وسوسه شد. پس حوا میوه رو برداشت، دید که برای چشم خوشاینده، برداشت، خورد، وسوسه شد، تسلیم شد. عیسی مسیح هم از ناحیه چشم وسوسه شد، ولی عیسی مسیح مثل حوا گناه نکرد. اگه یادتون باشه شیطان به عیسی مسیح تمامی پادشاهی جهان را نشون داد. دید ببین تمامی جهان، ببین سلطنت دنیا، همه دنیا رو نگاه کن، کشورها را، زمین، املاک، هر چیزی که در دنیا هستش از آن منه، به من داده شده. اگه تعظیم کنی، منو پرستش کنی، همه این دنیا رو به تو خواهم داد. عیسی مسیح یه لحظه همه دنیا رو دید. به چشمان عیسی مسیح اومد تمامی دنیا و پادشاهی دنیا. و عیسی مسیح از راه چشم وسوسه شد. ولی عیسی مسیح باز به کتاب مقدس مراجعه کرد. گفت زیرا مکتوب است که فقط خداوند خدای خود را باید تعظیم و پرستش کنی. گناه نکرد. و سومین ناحیه‌ای که انسان میتونه وسوسه بشه و گناه کنه غرور زندگانیه. غرور زندگانی، مغروریت، تکبر. حوا باز در این ناحیه وسوسه شد و گناه کرد. و میوه رو که برداشت دید که دلپذیر و دانش افزاست. کتاب مقدس میگه حوا میوه رو برداشت دید که دلپذیر و دانش افزاست. یعنی دید که این میوه رو اگه بخوری، شیطان بهش گفت که اگه این میوه رو بخوری مثل خدا خواهی شد، خوب و بد رو میتونی تشخیص بدی، علمت، دانشت میره بالاتر و مثل خداوند میتونی همه چیز تشخیص بدی. و حوای هو دید که واو، من میتونم مثل خدا بشم، من میتونم دانش زیادی پیدا کنم، حکمت به دست بیارم. غرور زندگانی، مغرور شد. یهو دید که میتونه یهو باسواد بشه و دانشش بالا بره و به خاطر همین مغرور شد و میوه رو سریع خورد، تسلیم شد. عیسی مسیح هم از این ناحیه باز از غرور زندگانی وسوسه شد، ولی عیسی مسیح تسلیم نشد. باز شیطان اومد به عیسی مسیح گفت اگه تو پسر خدا هستی خودت از این بالای ساختمان. عیسی مسیح رفت بالای معبد، رفت یه جای بلندی که از اونجا شیطان وسوسش کرد. گفت اگه تو پسر خدایی خودت از این بلندی پرتاب کن، زیرا که خداوند توی کلام خداوند، از کلام خداوند استفاده کرد، گفت کتاب مقدس میگه که خداوند فرشته خود را خواهد فرستاد که تو را رو هوا بلند کنن که پات به زمین نخوره. و عیسی مسیح باز با استفاده از کلام خداوند غلبه کرد بر شیطان و وسوسه گناه و تسلیم نشد. و پس میبینیم عزیزان در سه ناحیه ما میتونیم وسوسه بشیم و تسلیم شیطان بشیم: شهوت جسم که در ما هستش، شهوت چشم با دیدن چیزایی که میبینیم توی اینترنت، میتونیم خیلی چیزا ببینیم که وسوسه بشیم. ماشین رو میبینیم، ماشین های گران قیمت، خونه های گران قیمت میبینیم، یا به یه خانمی یا آقایی نظر میکنیم، با نظر شهوت نگاه میکنیم. موقعی که با چشممون میبینیم وسوسه میشیم. غرور زندگانی، تحصیلات، پول، دارایی، این چیزا هست که فکر میکنیم که اگه بریم تحصیل کنیم، بریم دانشگاه، میتونیم دکتر بشیم، مهندس بشیم، پولدار بشیم و همه میتونن به ما احترام بذارن. مغرور میشیم. غرور زندگانی، این سه تا ناحیه هستش که ما را به گناه وسوسه میکنه. میخوام ببینید چگونه خداوند به گناهان ما نگاه میکنند، چگونه خداوند
به گناهان ما نظر میکنه، چه نگرشی خداوند نسبت به گناهان ما داره. اولین چیز، گناهان ما بر روی صلیب توسط خداوند داوری شد. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 21 میگه زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. میگه عیسی مسیح خداوند در راه ما گناه ساخت تا ما در وی، در عیسی مسیح، عدالت خدا شویم. خداوند انقدر از گناه نفرت داره که به صورت انسان خودش اومد روی زمین و فدیه گناهان ما شد، مصلوب شد، مجازات شد، چون گناه باید مجازات بشه. و خداوند انقدر نفرت داشت از گناه و نمیتونست همینجوری از گناه بگذره و نادیده بگیره، باید یه کاری میکرد که این گناه رو از میان ببره، که اومد خودش فدیه گناهان ما شد. هللویا بر خداوند که چه محبت عظیمی داشت خداوند که این کارو کرد. پس صلیب عیسی مسیح نفرت خداوند از گناهو نشون میده، نشون میده که خداوند از گناه نفرت داره و اومد که اون گناهان از زندگی ما بزدایه، تمیز کنه با مصلوب شدنش روی صلیب. و اگر به گناهان خود ادامه دهیم، خداوند ما را تنبیه خواهد کرد، همچنان که یه پدر خوب پسرش و فرزندش رو تنبیه میکنه، اصلاح میکنه. خداوند اجازه میده که همانطور که میکاریم درو کنیم، همچنان که میکاریم خداوند اجازه میده که درو کنیم. نمیتونیم اگر گناه کنیم، نمیتونیم چیزای خوب درو کنیم، نمیتونیم بریم بهشت. و اگه کارهای عادلانه انجام بدیم، نمیتونیم بریم جهنم. غلاطیان باب 6 آیه 7 تا 8 میگه خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. زیرا هر که برای جسم خود کارد، از جسم فساد را درو کند، و هر که برای روح کارد، از روح حیات جاودانی خواهد دروید. پس میگه خودتون را فریب ندید، هر چیزی که میکاری همون رو درو خواهی کرد. اگه بری گندم بکاری، 100% گندم درو خواهی کرد، نمیتونی به جای گندم جو یا ذرت درو کنی. و کتاب مقدس میگه اگه گناه بکاری، اگه بر جسم بکاری، یعنی بر نفس خودت بکاری، با نفس، با جسم خودت زندگی کنی، چیزهای نفسانی، فساد را درو خواهی کرد، یعنی گناه را درو خواهی کرد، توی زندگیت گناه خواهی کرد. اگه با جسم، با نفس خودت زندگی کنی، حتما 100% فاسد، فساد را درو خواهی کرد. میگه و هر که برای روح کارد، اگه یعنی با روح خداوند زندگی کنی، آدم روحانی باشی، از روح حیات جاودانی خواهد دروید. میری به سوی خداوند، چیزهای ابدی را درو خواهی کرد. چه کاری باید انجام بدیم که بر گناهان خود غلبه کنیم؟ میپرسید که چجوری میتونم بر گناهان خود غلبه کنم؟ نفرت دارم از گناه، من نمیخوام گناه کنم، ولی چجوری میتونم غلبه کنم؟ اولین چیز، باید بدونید که شما تقصیر خودتان است، نه دیگران. یعنی مسئولیت گناه از آن شماست، شما مسئول گناهان خود هستید، نه دیگران. شما نمیتونید چیزی رو اصلاح کنید، یعنی نمیتونید خودتون رو اصلاح کنید، درست کنید، مگر اینکه مسئولیت گناهان خود را به عهده بگیرید. باید اول قبول کنید که شما گناه کرده اید تا بتونید بر اون گناهان خودتون غلبه کنید. امثال باب 28 آیه 13 میگه هر که گناه خود را بپوشاند سعادتمند نخواهد شد. اگه کسی گناهان خودتو بپوشانه، مخفی کنه، سعادتمند نخواهد شد. اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید، رحمت خواهد یافت. پس اگه مسئولیت گناهان خود را بپذیری، میگه رحمت خواهی یافت. دومین چیز، باید اجازه ندیم که افکار گناه‌آلود فکر و ذهن ما را مشغول سازد. نباید اجازه بدیم که این افکار پلید ذهن ما را پر کنه. در دوم قرنتیان باب 10 آیه 5 میگه که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا میافرازد به زیر میافکنیم، و هر فکر
و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. میگه هر خیالات و هر بلندی، یعنی هر بلند پروازی، هر خیالات بزرگی که برخلاف معرفت خداست، یعنی برخلاف اون شناخت خداست، برخلاف کلام خدا، اراده خداست، باید به زیر افکنیم، بیاریمش پایین و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. هر فکری که داریم، هر افکار پلیدی که داریم، باید مطیع خودمون بکنیم، اسیر مسیح بکنیم، بیاییم به تحت نظر عیسی مسیح بیاریم که بتونیم کنترل کنیم افکار پلید خودمونو. پس باید اجازه ندیم که افکار پلید به سراغ ما بیاد، چون هر لحظه این افکار پلید میتونه به سراغ ما بیاد، فکر ما رو پر کنه. یه هم میبینی فکر پلید میاد به سراغ ما، نمیدونم، میخوام مثال بزنم، مثلا یه ها فکر پلید میاد که من چجوری برم یه سیگار بکشم، برم مشروب بخورم، برم یا با یه دختر بگردم و باهاش هم به سر بشم. این افکار پلید میاد سراغ ما. یه هر خیالات و هر بلندی را که خود را برخلاف معرفت خداست، باید به زیر بیفکنیم و تحت اطاعت مسیح اسیر کنیم افکار پلیدو. و سومین چیز، باید برای شهوات جسمانی تدارک نبینیم. نباید تدارک ببینیم برای شهوات جسم خودمون. رومیان باب 13 آیه 14 میگه بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. میگه افکار خودتون رو با عیسی مسیح پر کنید. عیسی مسیح رو بپوشید بر وجود خودتون. بذار عیسی مسیح تمامی وجود شما رو بپوشونه. و موقعی که این کارو میکنید که افکار شما افکار عیسی مسیح میشه، وجود شما با خداوند پر میشه، برای شهوات جسمانی خودتون تدارک نخواهید دید. خیلیا تدارک میبینن برای شهوت جسم خودشون. کسایی که میخوان برن مشروب بخورن تدارک میبینن، میرن پول برمیدارن از حساب بانکیشون، میرن مشروب میخرن و میرن سیگار میگیرند، میان تدارک میبینن، دوستاشون رو دعوت میکنن که بیان جمع بشن تا بتونن مجلسی درست کنن که بتونن مشروب بخورن، مسخره بازی در بیارن، سیگار بکشن و فیلمهای مبتذل و فیلمهای پر نگاه کنن. از این چیزا تدارک میبینند که تا آماده است میگه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید. پس نباید تدارک ببینیم. و چهارمین چیز، به یاد داشته باشین که ما در عیسی مسیح نسبت به گناه مرده ایم. ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، با عیسی مسیح هم مصلوب شدیم. همونطور که عیسی مسیح روی صلیب مصلوب شد، انگار ما مصلوب شدیم، ما نسبت به گناهان خود مردیم. در رومیان باب 6 آیه 6 تا 13 اینو میخونیم که کتاب مقدس میگه که ما مرده ایم. یه انسان مرده رو نمیتونی تکونش بدی. یه انسان مرده را اگه قلقلک بدی نمیتونه بخنده، نمیتونه واکنش نشون بده، نمیتونه گناه بکنه. انسان مرده، ما باید مثل انسان مرده باشیم نسبت به گناه. اون وسوسه ای که سراغ ما میاد، مثل یه انسان مرده عمل کنیم که واکنش نشون ندیم، تسلیم نشیم. رومیان باب 6 آیه 6 تا 13 اینو میخونیم که کتاب مقدس اینجا به ما میگه که باید نسبت به گناهان مرده باشیم. آیه 6 تا 13 میگه که زیرا این را میدانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد. اون اول درس امروز خوندیم که انسانیت کهنه، ما دو نفر هستیم، انسانیت کهنه، انسانیت تازه در ماست. میگه که زیرا این را میدانیم که انسانیت کهنه ما با او، یعنی با مسیح، مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. پس جسد گناه ما معدوم شده، اعدام شده، تا دیگر گناه را بندگی یا بردگی نکنیم، برده گناه نباشیم. زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است. پس هرگاه با مسیح مردیم، یقین می‌دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد. زیرا می‌دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیگر نمی‌میرد و بعد از این موت بر او تسلی ندارد. پس عیسی مسیح یک بار مرد، دیگه عیسی مسیح دوباره نخواهد مرد. ما هم یه بار برای گناهان خودمون مردیم، دیگه نمیتونیم باز
بلند بشیم گناه بکنیم و بعد دوباره بمیریم برای گناهان خودمون. آیه 10 میگه زیرا به آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی میکند برای خدا زیست میکند. همچنین شما نیز، خداوند میگه که شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. میگه خود را نسبت به گناه مرده انگارید، یعنی واکنش نشون ندید نسبت به گناه و وسوسه گناه. میگه اما برای خداوند در مسیح عیسی زنده. خودتون زنده کنید، روح با روح خدا هدایت بشید. پس گناه در جسد، آیه 12، پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند. میگه اجازه ندید که گناه در جسم فانی شما حکمرانی کند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید. تمامی اعضای بدن خودتون رو میگه به گناه مسپارید، تسلیم نکنید اعضای بدن خودتون رو، چشماتون رو تسلیم نکنید. موقعی که یه خانومی رو میبینید نگاه نکنید با نظر شهوت. به گناه میگه اعضای بدن خودتون رو به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید. اعضای بدن خودتون رو میگه به خداوند تسلیم کنید، بدید به خداوند، بگید که خداوندا چشمامو میدم، میخوام بدم به تو، تقدیم تو میکنم خداوندا، میخوام به زیبایی های تو نگاه کنم، میخوام به خلقت و آفرینش تو نگاه کنم، خداوند دستامو میخوام برای تو تسلیم کنم، تقدیم تو بکنم که با دستام کار کنم و کلیسا رو حمایت کنم، برم توی کلیسای تو خدمت کنم به تو، پاهامو خداوندا تقدیم تو میکنم، میخوام برم با پاهای خودم راه برم، برم انجیل سلامتی رو بشارت بدم. تمامی اعضای خودمون رو باید به خداوند تقدیم کنیم تا آلات عدالت برای خدا باشند، زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چون که زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض. پس چه گوییم؟ آیا گناه بکنیم از آن رو که زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیض؟ هاشا. آیا نمیدانید که اگر خیشتن را به بندگی کسی تسلیم کرده او را اطاعت نمایید، شما آن کس را که او را اطاعت میکنید بنده هستید، خواه گناه را برای مرگ، خواه اطاعت را برای عدالت. میگه دو تا ارباب هستش، یکی گناه، دومی عدالت. میگه اگه گناه ارباب شما باشه، شما مطیع اون گناه خواهید شد و تسلیم خواهید شد، ولی اگه ارباب شما عدالت خدا باشه، مطیع عدالت خواهید شد و بهش خواهید رفت، با ایمان به عیسی مسیح عادل محسوب خواهید شد. ولی اگه از گناهان همیشه اطاعت کنید، توبه نکنید، به عیسی مسیح ایمان نیارید، تا ابد محکوم خواهید شد. پس عزیزان، باید نسبت به عیسی مسیح، در عیسی مسیح نسبت به گناهان باید مرده باشیم. و پنجمین چیز، باید خودمان را درباره گناهان داوری کنیم. باید گناهان خودمون را داوری کنیم، قضاوت کنیم. با خداوند باید موافقت کنید که کاری که کرده اید گناه بوده است. اول قرنتیان باب 11 آیه 31 تا 32 میگه اما اگر بر خود حکم می کردیم، حکم بر ما نمی شد، لکن هنگامی که بر ما حکم می شود از خداوند تعدیم می شویم، مبادا بر اهل دنیا بر ما حکم شود. میگه اگر بر خود حکم می کردیم، حکم بر ما نمی شد. میگه اگر خودمون رو قضاوت می کردیم، هرگز کسی ما رو قضاوت نمی کرد. میبینی بعضی موقع دیگران نسبت به ما قضاوت می کنند و ملامت می کنند ما را، سرزنش می کنند. چرا؟ چون گناه کردیم و خودمون رو قضاوت نکردیم. ولی اگر موقعی که گناه می کنیم، اگه خودمون رو قضاوت بکنیم، بگیم که این کاری که من کردم اشتباه بود، نباید دیگه این کار انجام بدم، خداوند توبه می کنم، کمک کن خداوند از این به بعد بتونم برای تو زندگی کنم و گناه نکنم، این کار دیگه انجام ندم، باید خودمونو قضاوت کنیم، گناهان خودمونو خودمون داوری کنیم. اگه این کارو بکنیم، دیگران نمیتونن ما رو قضاوت کنن، چون دیگه گناه نخواهیم کرد. ششمین چیز، باید گناهانمان را به خدا اعتراف کنیم. اگه گناهان خودمون رو به خداوند اعتراف کنیم، با
باعث خواهد شد که بر گناه غلبه کنیم. در اول یوحنا باب 1:9 میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اینجا شرط میذاره خداوند، میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، پس باید به گناهان خودمون اعتراف کنیم. اگه این کارو بکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میگه او یعنی خداوند امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. و هفتمین کاری که میتونیم انجام بدیم که بر گناهان خود غلبه کنیم اینه که کلام خداوند را باید در دلهای خودمون مخفی بداریم تا گناه نورزیم. یعنی چی؟ یعنی کلام خدا را باید ازبر کنیم، بذاریم توی افکار ما باشه، همیشه حفظ کنیم کلام خداوند را. این باعث میشه که همیشه بتونیم بر گناهان خودمون غلبه کنیم. مزامیر باب 119 آیه 11 داوود نبی میگه کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. کلام تو را، یعنی کلام خداوند را داوود نبی خواست در دل خودش مخفی بداره، یعنی حفظش کنه، ازبر کنه که کلام خداوند همیشه در دل و افکارش باشه که مبادا بر خداوند گناه ورزه. پس ما هم اگر کتاب مقدس رو هر روز بخونیم، اون آیه هایی که مخصوصا مورد علاقه ماست ازبر کنیم، این باعث خواهد شد که موقعی که گناه میکنیم یه روح القدس اون آیه ها رو به یاد ما میاره تا غلبه کنیم بر گناهان، تسلیم گناه نشیم. و هشتمین چیز، خداوند برای هر وسوسه ای راه فرار گذاشته. هر وسوسه گناهی که هستش خداوند راه فرارش رو گذاشته، راهی گذاشته که ما میتونیم از اون وسوسه فرار کنیم. اول قرنتیان باب 10 آیه 13 میگه که هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت، اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مفری نیز می سازد. مفری یعنی راه فرار، بلکه با تجربه یعنی همراه با تجربه و وسوسه راه فرار نیز می سازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. میگه هیچ تجربه ای نیست که در زندگی خودمون که مناسب بشر باشه. یعنی خداوند همه وسوسه‌ای که توی دنیا هستش، اون تجربه‌ای که توی زندگی خودمون داریم، همه انسان‌ها چشیدن، همه انسان‌ها اون تجربه‌ها رو، این وسوسه‌ها رو تجربه کردند. و میگه که خداوند امینه که نمیذاره که ما بیش از طاقت خودمون وسوسه و آزموده بشیم. خداوند نمیذاره موقعی که ما توی تجربه میافتیم وسوسه میشیم، خداوند اجازه میده که بیش از طاقت خودمون تجربه بشیم. میگه بلکه همراه با تجربه و وسوسه خداوند راه فرار برای ما میذاره تا بتونیم فرار کنیم از اون تجربه، که گناه نکنیم، تسلیم نشیم. خدا رو شکر. و این راه فرار در مزامیر باب 119 آیه 9 تا 11 یافت میشه که راه فرار کلام خداست. کلام خداوند به ما راه فرار رو نشون میده. مزامیر 119 آیه 9 تا 11 میگه که به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک میسازد؟ یه مرد جوان، یه شخصی که جوونه، یا زن جوان چجوری میتونه راه خودش را پاک کنه؟ چجوری میتونه بر گناهان خودش غلبه کنه؟ میگه به نگاه داشتنش موافق کلام تو. به نگاه داشتن کلام خداوند میتونه راه خودش را پاک سازه. به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. داوود نبی میگه نذار که از اوامر، یعنی از کلام تو گمراه بشم، چون داوود میدونست که اگه از کلام خداوند گمراه میشد گناه میورزید علیه خداوند. بعد میگه کلام تو رو در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. پس کلام خداوند کمک میکنه که ما بتونیم بر گناهان خودمون غلبه کنیم عزیزان. پس باید هر روز بخونیم کتاب مقدس رو. و عیسی مسیح با استفاده از کلام خداوند بر وسوسه غلبه کرد، تسلیم نشد. همیشه با کلام خداوند شیطان رو بر شیطان غلبه کرد و
شکستش داد. گفت مکتوب است. عیسی مسیح همیشه گفت زیرا مکتوب است که انسان محض نان زیست نمی کنه، بلکه با هر کلمه‌ای که از دهان خدا خارج میشه. همیشه گفت مکتوب است. یعنی چی؟ یعنی در کلام خداوند، در تورات نوشته شده. چرا؟ چون اعتقاد به تورات داشت عیسی مسیح، اعتقاد به کلام خدا داشت. پس ما هم باید اعتقاد داشته باشیم به کتاب مقدس. همیشه موقعی که شیطان میاد سراغ ما بگیم که مکتوب است، خداوند میگه که نباید همیشه با نان زیست کنی، باید با کلام خداوند زیست کنی. و مطمئن ترین راه غلبه بر گناه در زندگی از طریق قدرت کلام خداست که در دلهای خودمون میتونیم مخفی کنیم تا مبادا گناه کنیم. و به وعده های خداوند باید اعتماد کنیم عزیزان. در کلام خداوند وعده های زیادی هستش که ما را پاک نگه میداره، ما را از گناهان مبرا نگه میداره. دوم قرنتیان باب 7 آیه 1 میگه پس ای عزیزان چون این وعده ها را داریم، خیشتان را از هر نجاسات، از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. چون این وعده ها را داریم، میگه چون وعده های خدا را در کتاب مقدس داریم، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم. پس وعده های خداوند به ما کمک میکنه که بتونیم بر شهوت، بر گناه، بر نجاست جسم و روح غلبه کنیم. و نهمین و آخرین چیز، میتونیم با قدرت روح القدس بر گناه غلبه کنیم، با قدرت روح القدس زندگی کنیم تا بتونیم بر گناه غلبه کنیم. در رومیان باب 8 آیه 1 تا 8 اینو کتاب مقدس به ما توصیه میکنه که به روح القدس جذب بشیم، با روح القدس زندگی کنیم. آیه باب 8 رومیان 8 1 تا 8 میگه پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. میگه کسایی که در عیسی مسیح هستند، به عیسی مسیح ایمان آوردن، هیچ قصاص و یا محکومیت و یا داوری نیست. زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. زیرا آنچه از شریعت محال بود، چون که به سبب جسم ضعیف بود، خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد تا عدالت شریعت کامل گردد، در مایانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار می‌کنیم. پس ما باید بر روح رفتار کنیم، با روح القدس رفتار کنیم، زندگی کنیم، نه با جسم. زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر میکنند. یه کسایی که با جسم، با نفس خودشون زندگی میکنند، به چیزهای جسمانی و نفسانی تفکر میکنند. اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح تفکر میکنند، به چیزهای خداوند، به چیزهای معنوی تفکر میکنند، کسایی که با روح خداوند زندگی میکنند. از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی هست. میخواین حیات داشته باشید، میخواین سلامتی و آرامش داشته باشید توی زندگی، باید با روح خداوند زندگی کنید، نه با جسم. خیلی هستند جسمانی هستند، میخوان فیلم هالیوود نگاه کنند، میخوان برن هی بازی کنن، بازی کامپیوتری، نمیدونم، برن فلان جا فلان چیز رو بخرند، فلان جا رو برند، با فلان دوست بگردند، سیگار بکشند، مشروب بخورند. کتاب مقدس میگه تفکر جسم موت است. این چیزهای جسمانی موت رو میاره، گناه رو میاره، مرگ رو میاره. اما چیزهای روحانی، تفکر روح حیات و سلامتی است. آیه 7 میگه زان رو که تفکر جسم دشمنی خدا است. تفکر جسم یعنی تفکر افکارتون، اگه جسمانی و نفسانی باشه، این چیز، این تفکر میگه دشمنی خداست. میگه چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، نمیتونه اوامر و کلام خدا را اطاعت کنه، کسایی که تفکر جسمانی دارند. میگه زیرا نمیتواند هم بکند، نمیتواند از شریعت خداوند، از احکام خدا، از کلام خداوند اطاعت کنه. آیه 8 میگه ولی و کسانی که جسمانی هستند نمیتوانند خدا را خوشنود سازند. کسایی که جسمانی هستند نمیتونن خدا را خوشنود سازند. آیا جسمانی هستید یا روحانی هستید امروز؟ اگر جسمانی هستید نمیتونید خدا را خوشنود کنید، ولی راه هستش که میتونید نجات پیدا کنید، میتونید روحانی بشید با ایمان به عیسی مسیح، با اطاعت از روح خداوند،
با زندگی به وسیله روح القدس میتونید روحانی بشید و حیات سلامتی آرامش داشته باشید توی زندگیتون. در خاتمه چگونه باید از تأثیر گذاشتن دنیای گناهآلود بر خیش جلوگیری کنیم؟ چجوری میتونیم مانع تأثیرات دنیا بشیم بر خودمون؟ چون دنیا، انسانهای دنیوی، چیزهایی که در دنیاست، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، این چیزها تأثیر میذاره به ما، ما رو از خداوند دور میکنه. چجوری میتونیم مانع این چیزها بشیم در زندگی خودمون؟ اولین چیز، خودمان را با فعالیت‌های گناه‌آلود درگیر نکنیم. نباید خودمون را با فعالیت‌هایی که گناه‌آلوده درگیر کنیم. البته ما باید با انسان‌هایی که نجات ندارند، مسیحی نیستند، برای اینکه بخوایم به اونا بشارت بدیم باید باهاشون بگردیم، باید بهشون بشارت بدیم، ولی نباید باهاشون معاشرت کنیم همیشه. نباید این کارو بکنیم. چرا؟ چون تأثیر به ما تأثیر خواهند گذاشت به جای اینکه ما به اونا تأثیر بذاریم و ما را به گناه خواهند کشوند. افسسیان باب 5 آیه 5 تا 12 میگه: زیرا این را یقین میدانید که هیچ زانی یعنی زناکار یا ناپاک یا طماع که بت پرست باشد، طماع که بت پرست باشد، این کسی که طمعکار میگه بت پرسته، کتاب مقدس میگه، و طماع که بت پرست باشد میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود. پس با ایشان شریک مباشید. با کسایی که زناکار هستند، طمعکار هستند، بت‌پرست هستند و جسمانی هستند، با اینا شریک مباشید، معاشرت مشارکت نکنید، زیرا که پیشتر ظلمت بودید. خدا هم میگه شما بیشتر، یعنی پیشتر یعنی قبل از ایمانتون به عیسی مسیح ظلمت بودید. نمیگه در ظلمت بودید، در تاریکی بودید، در گناه بودید، نه، میگه ظلمت بودید، یعنی خود گناه و تاریکی بودید، ذاتتون گناه بود. لیکن الحال در خداوند نور میباشید. هللویا. خدا میگه الحال یعنی همکنون در خداوند شما نور هستید. عیسی مسیح میگه، گفت که شما نور عالم هستید، گفت من نور عالمم، ولی گفت شما هم نور جهان هستید، بذارید نورتون بر دنیای گناه‌آلود بتابه. لیکن الحال در خداوند نور می باشید، پس چون فرزندان نور رفتار کنید. چون فرزندان نور، فرزندان خداوند، یعنی زندگی کنید، زیرا که میوه نور در کمال نیکویی و عدالت و راستی است. اینم ثمره نوره. میوه نور یعنی زندگی که با نور، همراه با نور باشه. نور سمبل قدوسیته، یعنی اگه مقدس زندگی کنید، از گناه دوری کنید، نور خداوند را توی زندگی خودتون بتابونید، میوهش، ثمرش کمال و نیکویی و عدالت و راستیه. و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست. تحقیق یعنی جستجو کنید که چه چیزهایی مورد پسند خداست، کجا باید برید که مورد پسند خدا باشه، چه اعمالی باید انجام بدید که مورد پسند خدا باشه. آیا اگر من سیگار بکشم، این سیگار کشیدن مورد پسند خدا هست؟ میگه تحقیق کنید، یعنی روش فکر کنید، جستجو کنید. اگر من مشروب بخورم، آیا مشروب خوردن مورد پسند خداست؟ اگر من برم با یه دختری دوست بشم و باهاش قبل از اینکه ازدواج کنم همبستر بشم، آیا این کار مورد پسند خداست؟ اگر من برم مواد بکشم، مورد پسند خداست؟ اگر من برم کنسرت معین، اندی، نمیدونم فلان چیز، خودم با این چیزهای دنیوی گرفتار کنم، آیا این کار مورد پسند خداست؟ اگه من مسخره بازی در بیارم، سخنان دیگران رو مسخره کنم، سر به سر دیگران بذارم، آیا این مورد پسند خداست؟ عیسی مسیح گفت اگر به کسی دیگران رو راگا گویید، راگا یعنی احمق، اگه به کسی احمق گویید، میگه مورد قضاوت قرار خواهید گرفت. عیسی مسیح گفت و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست، و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید، بلکه آنها را مذمت کنید، زیرا کارهایی که ایشان در خفا می کنند حتی ذکر آنها هم قبیح است. کتاب مقدس میگه در اعمال بی ثمر ظلمت، اعمال بی ثمر گناه، یعنی
بی گناه ظلمت ثمر نداره، بی ثمره. میگه در این چیزا شریک مباشید، بلکه آنها را مذمت کنید، میگه سرزنش کنید. کسایی که میرن کارهای نفسانی انجام میدن، کارهای دنیوی انجام میدن، میگه سرزنشش کنید که توبه کنن، برگردن به راه خداوند. و خودمان را باید از روش‌های دنیا جدا سازیم و پیرو عیسی مسیح بشیم. خیلی هستند که پیرو دنیا هستند، چیزهای دنیوی هستند. ما نباید چیزهای دنیوی رو پیروی کنیم، باید از عیسی مسیح پیروی کنیم. یعقوب باب 4 آیه 4 میگه ای زناکاران، آیا نمیدانید که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هر که میخواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. هر کسی که بخواد دوست دنیا باشه، با دنیا دوستی کنه، میگه دشمن خداست. و کتاب مقدس میگه ای زناکاران، این شخصی که دنیا رو دوست داره، چیزهای دنیوی رو دوست داره، خداوند زناکار میخونه. زناکار یعنی کسی که خیانت میکنه نسبت به همسرش. خداوند ما رو آفریده، خداوند خالق ماست. اگه خدا رو ترک کنیم، بریم به چیزهای دنیا بچسبیم، بریم به چیزهای شیطانی بچسبیم، انگار به خالق خودمون خیانت میکنیم، زنا میکنیم نسبت به خداوند. و باید بدانیم که جداسازی چیز مثبتیه. نه تنها ما باید خودمون رو از دنیا جدا کنیم، این کافی نیست که خودمون از دنیا جدا کنیم، باید خودمون رو نسبت به خداوند جدا کنیم، باید به خداوند بپیوندیم. آره، باید خودمون از دنیا جدا کنیم و باید به خدا بپیوندیم، با خداوند زندگی کنیم هر روز. رومیان باب 1:1 پولس رسول گفت که پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خداوند. پولس رسول جدا شده بود از دنیا، برای انجیل خداوند جدا شده بود که انجیل رو موعظه کنه. پس عزیزان، این درس امروز بود که گناه، گناه اینی سرپیچی از کلام خداوند و چجوری میتونیم بر گناه غلبه کنیم توی زندگی. باید مسئولیت گناهان خود را بپذیریم، بدونیم که خودمون مسئول هستیم در برابر گناهان خودمون. اجازه ندیم که افکار گناه‌آلود، افکار پلید ذهن و افکار ما رو مشغول بسازه. برای شهوات جسمانی خودمون تدارک نبینیم. به یاد داشته باشیم که ما در عیسی مسیح نسبت به گناهان خودمون مرده ایم. باید درباره گناهان خودمون داوری کنیم و قضاوت کنیم. گناهانمون را باید به خداوند اعتراف کنیم. کلام خداوند را در دلهای خودمون مخفی بداریم، یعنی ازبر کنیم، تا با استفاده از کلام خداوند بر گناه غلبه کنیم. و خداوند برای هر وسوسه ای راه فرار گذاشته، باید اینو بدونیم و با قدرت روح القدس زندگی کنیم. و اگه این کارا رو انجام بدیم، میتونیم در زندگی اون چیزهایی که در زندگی خودمون هست، عادتهای زشت، گناهایی که هستش، میتونیم بر اون گناهان غلبه کنیم. هر گناهی که میتونه باشه، میتونه کشیدن سیگار باشه، مواد، میتونه زنا باشه، میتونه دروغ باشه، میتونه طمع‌کاری باشه، میتونه نمیدونم مثال بزنید هر گناهی که توی زندگی خودت داری، من نمیدونم، ولی هر کدوم از ما یه نقطه منفی داریم، ضعف داریم، گناه میکنیم. با این 8 مورد، با این 9 مورد البته، میتونیم بر گناهان خودمون غلبه کنیم. عزیزان بیایید دعا کنیم و با دعا خاتمه بدیم. خداوند، تو رو شکر میکنم برای عیسی مسیح که روی صلیب برای گناهان ما مرد، تا ما هم بتونیم نسبت به گناهان خودمون بمیریم و مصلوب بشیم. خداوند، تو رو شکر سپاس میگیم برای وعده های تو در کلامت، که میتونیم خداوند کلام تو رو حفظ کنیم، در دلهای خودمون مخفی کنیم تا بر تو گناه نورزیم. خداوند کمک کن بتونیم با روح القدس زندگی کنیم. خداوند اجازه بدیم که روح خداوند، روح القدس ما را هدایت کنه و بر جسم خودمون تدارک نبینیم. کمک کن خداوندا نسبت به جسم و نفس خودمون بمیریم خداوند، تا بتونیم برای تو زندگی کنیم. کمک کن خداوندا این کسایی که این برنامه را دیدن و شنیدند بتونن خداوندا از این درس استفاده کنن و بتونن بر زندگی خودشون، بر گناهان زندگی خودشون، بر وسوسه های زندگی خودشون غلبه کنند و شکست بدند، تا بتونن مسیح پیروزی باشن توی زندگی خودشون.
همه دعاها رو در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.